سرحال باشید. دوستای عزیز، در مدتی که کرونا ویروس در کشور ما افغانستان بود، بازار گرم فروشگاه ها آنلاین بودن، کمتر مردم می آمدن حضوری خریداری می کردن. من خواستم بیایم که ببینم هموطنان ما که فروشگاه آنلاین داره چطور مفکوره به فکرشان گشت که بیاین فروشگاه آنلاین باز کنن و چطور است رساندن اجناس برای هموطنان ما. پس بیشتر از این معلومات ها را از خودشان می پرسیم. شما بینده گزارش شما باشید. خب دوستای عزیز، آمدیم داخل دکانشان، میخواییم هم امرای خودشان بیشتر صحبت کنیم. سلام و خسته نباشید. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. زنده باشین. میشه خودم معرفی کنیم؟ وحید فولادی هستم، یکی از دکاندارهای غرب کابل. فروشگاه آنلاین دارین، چطور که مفکوره به فکرتان گشت که بیاین یک فروشگاه آنلاین باز کنیم؟ خب در قدم اول ما یک جمعی از دوستا بودیم، محصلا و متعلما، که دوست داشتیم در پهلوی درس خواندن کاری در هم داشته باشیم که پیش ببریم، و تصمیم برامزی شد که یک فروشگاه آنلاین را اندازی کنیم، و اما قدم اول بود که فعلا به اینجا رسیدیم. چطور است بازار فروشگاه آنلاین نسبت به بازارهای حضوری؟ خب هر دوش یک قسم هستن بیشتر، چون که از ما فعلا هم حضوری است و هم آنلاین، و تبلیغات ما بیشتر در قسمت آنلاین است، چون بیشتر مشتری های ما از طریق اینستاگرام و فیسبوک با ما در تماس هستن. تمام جنس هایی را که میاریم، جنس های جدید را، اونا از طریق فیسبوک و اینستاگرام مطلع میشن، و بعد از انتخاب با خودشان هستن که اونا میخواین حضوری بیاین خرید کنن و یا که هم از طریق آنلاین. کدام اجناس بیشتر فرمایش میگیره؟ خب بیشتر کار ما بدلیجات هستک و همچنین روسری و شال هستک، که فعلا بدلیجات بازارش بیشتر گرم است در خود کابل. تمام مشتری های ما با سلیقه هستن و همچنین میخواین که تنوع بیشتر را داشته باشن، همراه هر لباس خود یک چیزی را داشته باشن که ست کنن، و میخاطر بیشتر مشتری ها طرف بدلیجات جلب شده. چند نوع هست؟ خب بدلیجات ما ست داریم، ست تکمیل داریم، نیم ست داریم، که شامل گوشواره و گردنبند و دستبند و انگشتر و بند عینک میشه و بعضی چیزهای دیگه هست. باز قیمتاش متفاوت است نسبت به کیفیتش هست یا خردی و بزرگی همی اجناس؟ خب بیشتر جنسای ما نظر به کیفیت هستن، و همچنین قیمت ما با قیمت دیگه بازارها فرق دارد، چون که بیشتر جنسایی را که میاریم کلن درجه بازارشان یا درجه کیفیتشان بالاست نسبت به دیگه جایا، و نمیتونیم بگوییم که قیمت نیست. بله قیمت تر هستن، اما از لحاظ کیفیتش تمام مشتری های ما باور داره و همچنین اطمینان، و کیفیت خود را ما ثابت کردیم برای مشتری های خود، و تمامشان قبول داره بازار را که ما فعلا در دست داریم. باز بیشتر هموطنان ما شکایت از این ندارن که بازار آنلاین قیمت تر است؟ خب در جایی مثل افغانستان بله مشکلات پیدا میشه، بعضی از بازارهای آنلاین است، البته نمیگم تمامشان، که جنس را از نظر قیمت اصلیش بالاتر میفروشن، اما ما برای مشتری های خود اطمینان دادیم و همچنین بالای ما باور دارن که جنس را که میتیم باید با کیفیت است، و حتی ما مسئولیت کیفیت جنس خود را به عهده گرفتیم. مثلا مشتری که از ما سفارش میخواه، اگر بدلش نبود میتونه مسترد کنه، و یا بیشتر از او اگر کیفیتی را که جنس اونا انتظار دارن نداره، میتونه برای ما دوباره روان کنه و پولشان رو دوباره بگیره و هم تبدیل کنه. چند سال میشه که خرید و فروش آنلاین میکنین؟ خب فعلا حدود 1.6 ماه یا 1.5 سال است که مصروف عمزی کار هستیم، و بازار آنلاین ما حدود 1 سال است که راه انداخته میشه. چند نفر عضوش هستن؟ خب ما فعلا یک گروه هستیم، گروه حدود 5 نفر عضو داریم، البته دوست هستیم، دوستانه کار میکنیم، یک فضای دوستانه هست و بیشتر سرگرمی است برای ما در کناری از اینکه درس میخوانیم، که ما ادمین داریم، فوتوگرافر داریم، و همچنین دلیوری داریم، که و همچنین همکار در خود نمایندگی داریم که با مشتری های حضوری ما کار میکنیم.
تنها در افغانستان نمایندگی در خود کابل هست یا در ولایت ها هم هست؟ خب نمایندگی فعلا تنها در خود کابل هست. ما قصد داشتیم که گسترش بدیم اما به خاطر امنیت، مسائل امنیتی نتونستیم، اما دلیوری ما فعلا سفارش به مزار هم ارسال داریم و کوشش میکنیم که هر چه زودتر به تمام 34 ولایت افغانستان ما خدمات ارسال داشته باشیم. خودتان تجربه دلیوری دارین؟ خب بله، بعضی وقتا یا کمتر اتفاق افتیده که برای دلیوری ما اتفاق ناگوار یا کدام حادثه پیش آمده. خودم شخصا رفتیم، خودم شخصا جنس را برای مشتری های خود تسلیم کردیم. میشه از خاطرتان بر ما بگوییم؟ خب یکی از خاطرات امی ارسال است که مشکلات را در پی داشتیم. یکی از وظایف دلیوری یا امی قوانینی که دلیوری را ما انتخاب کردیم است که تمام آدرس ها را باید بلد باشم. من خودم شخصا بیشتر از آدرس ها را بلد نبودم و یک روز بر یکی از مشتری های خود سفارش می بردیم. این مشتری ما اما جایی را خواسته بودن، من رفتم اما آدرس را قسم گنگ می گفتن. من حدود 1.5 ساعت اما ساحه را تمام شگشتم اما مشتری را پیدا نکردم. بالاخره مجبور شدم که بگویم شد که سفارش شما را خود دلیوری ما شخصا فردا می رسند. بعدش که دلیوری ما فردا رفته بوده در حدود 5 دقیقه پیدا کردن شده. میشه از این بگوین که در چند روز شما میتونین که اجناس به هموطنان ما برسانید؟ خب ما اسکیجول یا همی تایم تیبل ارسال داریم برای تمام مشتریان ما خبر دارن، تمام مشتری خوشگلاری خبر دارن که جنس را که اونا مثلا پیش از ظهر قبل از ظهر سفارش میتن از سال 8 تا 12 زور را اونا سفارش میتن ما بعد از زور برشان میرسانیم، اما جنس را که اونا بعد از زور سفارش میتن ما فردا برشان میرسانیم و تمامشان از این قانون خبر داره. البته استثناء پیدا میشن، بعضی هایشان سفارش میتن اما به دلیل آدرس و یا بعضی از مشکلات ما نمیتونیم که او را در وقت معین برسانیم. خب اتفاق افتاده که یک فرمایش بیخی فراموشتان شده باشه، بعد از یک هفته یا خود مشتری زنگ زده باشه یا بیاد خودتان آمده باشه که ای وای که نبردیم؟ خب ما سیستم داریم، سیستم مشخص داریم که سفارش ها را تمامش جور میکنیم، اوردر پلیس میشه، اما بعضی وقتا مشکل از خود مشتری ماست. مثلا بعضی وقتا ما آردرشان را ثبت میکنیم یا سفارششان را برشان میرسانیم اما اونا دچار مشکل میشن، میگوین که مثلا فردا یا پس فردا برای ما برسانیم. در اون صورت ما او آردرش را پلیس یا که ریپلیس نمی کنیم برای فردا یا پس فردا. بعضی از این تو اتفاقات افتیده که یاد ما رفته و حدود یک هفته بعد برای ما مشتری زنگ زده که آردر ما نرسیده، بعدش باز ما جبران کردیم با یک تحفه برش دم و روز اصلا. میشه از خطراتش بگوین وقت رساندن اجناس؟ آیا کدام وقت شده که بر خورده باشین که همه اجناستان دزا برده باشه؟ خب بله، ما مسائل را داشتیم در قبال مسائل امنیتی که در خود کابل است جدا از اوضاع امنیتی تمام کشور. تمام راه ها خطرات خود داره. ما دلیوری خود روان می کردیم، ما چندین مسئله مثل امزی داشتیم که دلیوری ما رایش گرفته بوده و تمام اجناس و پولی را که داشتن گرفته بودن هم روی خود و همین خاطر این قسم مشکلات را ما در افغانستان و یا شخصا در کابل تجربه کردیم. حتی خودم بعضی وقتا با همی، البته یکی دو باری با همی واقعات روبرو شدم. این قسم واقعات تلخ در کابل خصوصا در کار آنلاین وجود داره. میشه از این بگوین که آیا از کارتان راضی هستین نیستین؟ خوبی سوال است که ما خود ما هر روز با تمام ازی با ختم روز از خود سوال میکنیم که آیا واقعا از روز خود یا تمام زحماتی کشیدیم راضی هستیم یا نه. خب در کل گفتم میتونیم که راضی هستیم وقتی مشتری ها از ما راضی باشن، وقتی که اعتبار داشته باشیم، وقتی که بتونیم کار خود را به شیوه درست انجام بدیم، بله رضایت داریم. اما مشکلات است در تمام عرصه کارها، مشکلات است و بیشتر از اون مشکلات در قسمت خود کشور ما و در خود شهر ما بسیار زیاد است. ما درک میکنیم اما خواستار عزیزیم که هر چقدر این مشکلات کمتر شود کار ما راحت تر میشه و کار ما، کیفیت کار ما خوبتر میشه
راه‌های مواصلاتی خوبتر شود، ما بتانیم به وقت تمام اعمال خود را از بیرون مرز آورده بتانیم، و یا خود ما امکان شود که یک روز خود ما قادر به تولید شویم و خودکفایی را از خود کنیم. این خودش یک افتخار است که یک روز ما آرزوی به دست آوردن شداریم. تشکر. بخیر. دوستای عزیز، قسمی که دیدین به یکی از فروشگاه های آنلاین آمده بودم تا ببینم که فروشگاه آنلاین چی سهولت های داره و چطور از استقبال هموطنان ما. دوستای عزیز، پلاسار بودم و خواستم یک سر به خوشه گالری بزنم و از سهولت هایش با خبر شم. این بود گزارش امروزی ما که تقدیم شما عزیزان کردیم. تا گزارش بعد و دیدار بعد، الان نگهدارتون.